تو این قسمت میخوایم بریم دریاچه لیپار یا دریاچه صورتی. امیدوارم از دیدن این قسمت لذت ببرید. سلام بچه ها، صدای من رو از جنوبی ترین نقطه کشور میشنوید، از ساحل زیبای دریای عمان و شهر چابهار. خیلی قشنگه، جای همه تون خالی و این شما و این دریای عمان. خواننده این اثر مصطفی عابدین خواه می باشد. کسی که اینجا به چشم زیاد میخوره از این ژل ماننده هاست که نمیدونم چی هم هست، خیلی هم زیاد از این ژل ها. نمیدونم چه دستان رو بزیم. این ژل ماننده هاییه که معلوم نیست چی هم هست، چه داره داخلش و معلوم نیست این ژل ها چی هست. آمیدوارم به زندگی برگردیم. چابهار همیشه خیلی قشنگه و بهترین فصلش هم همین فصل زمستونیه که ما اومدیم. پشت من الان دریای عمان و خیلی جالبه با فرض با فاصله خیلی کمی از دریای عمان، از ساحل یه دریاچه هست به اسم لیپار. دریاچه لیپار به خاطر پلنکتونایی که داره به رنگ صورتیه و واقعا فوق‌العاده است. این دریاچه لیپار خیلی خوشگله، خیلی قشنگه که الان ما داریم میریم سمتش. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم. لباسم عوض شد، اومدیم ادامه دریاچه لیپار. ببینید درخت ها وسط دریاچه هم و یه منظره خیلی قشنگ. ببینید اینجا صخره‌ای کاملا و اینجا نگاه کنیم کاملا خیلی قشنگ. اینجا نگاه کنید درخت ها چقدر زیبان، ریشه های درخت رو نگاه کنید، ریشه های درخت کجاست، خود درخت کجاست و با چه فاصله ای داره رخ نمایی میکنه. و اینم دریاچه لیپار. بریم جلوتر. صدفی که اینجا هست نشون دهنده اینه که این بالاها تا این بالاها یه زمانی آب بوده. حالا فرض کنید اگه تا این البته خب خیلی از این موارد من زیاد بهش برخوردم که صدف تو ارتفاعات خیلی بالا از کوه هست، تا اینجا کلا زیر آب بوده یه زمانی و حالا به اینجا رسیده. اینا بعض منو نشسته اینجا تا برم پایین، خیلی خطرناک هم هست. بریم.
اینجا رو نگاه کنید، فسیل یک سبد. نزدیکترین نقطه تلاقی تا سالاب، البته نباید جلوتر رفت چون زر خطرناکه. اینجا دیگه گل میشه و اینجا نزدیکترین جای تالاب احمد. این درخت ها تیغ دارن، نمیشه زیاد نزدیکش بشی، و نزدیکش هم بشی با این صحنه مواجه میشین که گل داره و باتلاق. خیلی مواظب باشین جلوتر از این نرین چون اینجا حالت باتلاقی داره و اینجا یه منظره فوق العاده زیباست. ما اومدیم چی میکنم چسبیده زیاد من رو دوست داشتیم چسبیده بقید دریاچه دیپار. یه آقای با عشق پیدا کردیم، اسمشو بپرسیم. اسمتو بگو ببینم. جمیل. آقا جمیل گل. آقا جمیل چه خبر؟ چیکار میکنی؟ نشستیم طبیعت رو نگاه میکنیم. طبیعت اینجا چطوره؟ اوضاع اقتصادیش، اوضاع مردمش؟ والا اقتصادی دیگه خیلی هم جالب نیست. افتضاح. افتضاح. علاوه بر مردمیش، یعنی توی سطح امکاناتش؟ امکانات نه کمه نه زیاد، معمولیه. با دریا و با چیز میسازن. سنگ من یا کنید چه باحاله به سطح یک. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت، روی از من سر. آها، این استخوان مرکب، استخوان ماهی مرکبه، درسته؟ بعد این چه برای تزئینیه؟ تزئینی نه، اینا دارویه، اینا میمالن به صورت. آها، اینو میمالن. آها، دانه ها را صاف میکنه. جوش ها و جوش صورت و این حرفا رو این خوب بکنه. جوش داره اینا با ماسک پودرش میکنن، پودرش با ماسک در میکنن میبرن به صورت. آها، ماسک درست میکنه. اصلا ماسک صورت از پوششی واسه صورته. صاف کننده صورت. آها، صاف کننده صورت پس. بعد اینا قیمتش چنده؟ دونه 5 تومن. دونه 5 تومن درسته؟ دو تا 5 تومن باشه. این نهار محلیه، ماکارونی نهار محلیه. منم بلوچی هستم. آره، منم فامیلیم بلوچیه. به به، نوش جانتون. برنج ماهیه. به به، بریانی به ماهی. به 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 به، اون لوبیا، اون ماهی، اونم ماکارونی، ولی ماکارونی فرق داره. اینم این چیه؟ ترکیب لوبیا و رب گوجه. اون چیه؟ این عدسه. عدس. اون یه عدسه. بریانی مایه، بریانی مایه، مایه لبنانی. خواننده این اثر مهدی ناظری می باشد. همه دست بافن. ببینید چقدر قشنگ درست شده. دست باف دیگه، درسته؟ این کامل دست بافه. این کامل دست بافه. اینا چی؟ خب اینا کار دسته. البته اینا چرخی که به هر حال با دست درست میشه دیگه، چون با دست رو پارچه دوخته شده. اینا رو پارچه دوخته شده و اینا آها، زیرش آستر زده. این دیگه کامل دسته دیگه، نگاه کنید قشنگی خودش رو. امیدوارم از دیدن این قسمت لذت برده باشید و سابسکرایب و کامنت لایک یادتون نره. از دریاچه لیپار
با شما خداحافظی میکنم و خیلی مخلصیم. امیدوارم که از دیدن این قسمت لذت برده باشید. خداحافظ تا برنامه بعدی. خداحافظ.